راجب باند رسانه‌ای کیروش، ببینید همین مراکشی که امروز در جمع چهار تیم برتر جام جهانی هست، 4 سال پیش با یک گل اتفاقی، با یک گل به خودی به ایران میبازه. باند رسانه‌ای آقای کیروش به سرکردگی فردوسی پور از اون بازی یک حماسه درست کردن، تو این باند، تو این باد این پیروزی اتفاقی خوابیدن و امروز میبینیم مراکش میاد در جمع چهار تیم حضور پیدا میکنه به پشتوانه و واسطه استفاده بهینه از نیروهای دورگهی که در فوتبال اروپا وجود دارن. من سوالم از باند رسانه‌ای آقای کیروش مجدداً بعد از سالها اینه، اگر اون سال اونها رفتن دنبال ویلیام آتشکده، رفتن دنبال بیتاشور، دنبال امید نظری، دنبال خدمت دنیل داوری و خیلی اینایی که اومدن، کسی نفهمید که چجوری اومد اون رفت آمدهای برادر آقای فردوسی پور به پنتاس آقای کیروش در سعادت آباد، کسی جوابش رو، سوالات رو نگرفت. ولی میبینیم تیم ملی مراکش چون مدیریت درستی داره، مربی سالمی داره، از بهترین دورگه های فوتبال مراکش که در بلژیک، در هلند، در سوئیس، در فرانسه فوتبال بازی کردن، کشورشون رو ندیدن، میاد یه تیم منسجم درست میکنه، میرسن به خدمت شما 4 تیم جام جهانی. ببینید این اتفاقی که شما میبینید، خبرنگارهایی که پیرامون آقای کیروش هستن، آقای کیروش توهین بزرگ فوتبال ایران کردن، اون از کنفرانس مطبوعاتی قبل از اعزام تیم به قطر، و این هم اومدن ایران، پول رو یه بخشی از اون 580 هزار یورو ایشون دریافت کرده. اگر گفتن 50 هزار یورو، من به شما میگم اگر روزی فدراسیون فوتبال قرارداد کیروش رو وایرال کرد، من از همه مردم فوتبال ایران عذرخواهی میکنم. 580 هزار یورو ایشون دریافتی داشته، یه بخشش رو کش برده، فقط هم برای اون پوله اومد، بقیه‌اش هم به یه صرافی در خیابان فردوسی دادن که براشون انتقال بدن تو اروپا، چون میدونستن اگر برن دیگه نمیتونن این پولو بگیرن. آقای کیروش و اون باند رسانیش میدونن هیچ جا خریدار ندارن. تیمی که 3 دوره جام جهانی با روش منسوخ داره فوتبال بازی میکنه، اگر این دوره یه مربی بالا سرش بود، مطمئنن ما این تیم با همه مشکلاتی که داشت، با همه عدم اقبال مردم، میتونست به مرحله بعد راه پیدا کنه. اما کیروش با اون تفکرات منسوخش، میخوام 1 دقیقه، برانکو ایوانکوویچ تو قطر یه حمله همه جانبه به کیروش کرد، گفت تیم ایران همه چی داشت الا یه سرمربی. تحلیل تو مقاسمه. ببینید درست میگه. آخه شما به 12 سال با یه روش، با یه سیستم، کیروش برای اون 5 تایی که براش کودتا کردن همیشه بازی میداد. شما بازی با امریکا اونجا که میلاد محمدی مصدوم میشه، چرا باید احسان آصفی دوباره اونجا بره بازی بکنه؟ مگه ابوالفضل جلالی بعد بازی کرد؟ چرا باید امیر و کریم انصاری فرد که دیگه تو فوتبال قبرس هم نیمکت نشینه باید داره، چرا فوروارد نبرد؟ چرا مهدی قائدی نرفت؟ چرا آقای محبی نرفت؟ چرا بازیکن چند پستهی مثل نورافکن رو نمیبره؟